سلام، به خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 15 ماه جوزای سال 1393 هجری خورشیدی و پنجم ماه جون سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. پیکارهای انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری، اتهام دست داشتن برخی از مقام ها در پولشویی و جلوگیری از تصویب شدن قانون منع تطهیر پول، جنگ لشکر طیبه پاکستان با طالبان در نورستان و واکنش ها و پیروزی بشار الاسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه. و شروع خبرها. شمار از بانوان کشور که خودشان را نخبگان میگویند و نیز شمار از نمایندگان شورای ملی در همایش امروز پشتیبانیشان را از عبدالله عبدالله اعلام کردند. عبدالله عبدالله به این بانوان وعده می‌سپارد که در صورت پیروزی در انتخابات نقش زنان در نظام آینده برجسته خواهد بود و نیز برای کاهش خشونت‌ها در برابر زنان سخت مبارزه خواهد کرد. در یک همایش جداگانه یک زن کمر این نامزد ریاست جمهوری را به نشان پشتیبانی با دستمال بست. صالح سادات گزارش می‌دهد. عبدالله عبدالله امروز پشتیبانی شمار از زنان نخبه کشور و نمایندگان شورای ملی را به دست آورد. خواهران ما امروز در کنار شما آمدند تا نشان بدن که تیم اصلاحات و همگرایی تیم نخبه‌گراست. تیم اصلاحات و همگرایی تیم اعتدال پسند است. خواهران محترم، آیا شما به عدالت و اعتدال تیم اصلاحات و همگرایی باور دارین؟ در این میان کاظمیه محقق معاون پیشین داوود سلطان‌زوی نیز حمایتش را از عبدالله عبدالله اعلام کرد. به عنوان یک استاد دانشگاه و فراتر از این به عنوان یک زن، به عنوان یک بانوی از بانوان از این کشور حمایت خود از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام میکنم. عبدالله عبدالله به این بانوان اطمینان می‌دهد که تأمین حقوق زنان را در محور برنامه‌هایش جا داده است و برای مبارزه با خشونت‌ها در برابر زنان نیز نه با شعار بل در عمل تلاش خواهد کرد. در قسمت حمایت و پاسداری از جایگاه زن شرایط عادلانه را مساعد ساختن که در راستای آموزه‌های اسلامی جهت سهمگیری فعال زنان در عرصه‌های مختلف و انشاءالله نقش روزافزونشان در این عرصه‌ها. زنان مانند دیگر اعضای جامعه از نامزدان ریاست جمهوری خواست‌هایی دارند. در اینجا نیز شماره از زنان گرد آمدند تا بدانند که این نامزد ریاست جمهوری برای کاهش خشونت‌ها در برابر زنان چه برنامه‌هایی دارد، زیرا خشونت‌ها از زنان افغانستان قربانی‌های فراوان گرفته است. در همین حال شورای مردم بدخشان نیز در همایش حمایتشان را از عبدالله عبدالله اعلام کرد. آقای عبدالله به این شورا وعده می‌دهد که برای بازسازی بدخشان و سهم دادن بدخشانیان در حکومت آینده مصمم است. در این همایش یک زن کمر این نامزد ریاست جمهوری را بر نشانه پشتیبانی با دستمال بست. در اینجا هم از 30 سال روز کشته شدن جنرال داوود داوود فرمانده پیشین پلیس شمال و شاجهان نوری فرمانده پیشین پلیس ولایت تخار بزرگ داشت می شود. اما گفته ها رفته رفته انتخاباتی می شوند. آقای عبدالله در این نشست از سیاستگران کشور می خواهد که با دامن زدن به اختلافات قومی برای مردم بازی نکنند. هیچ کسی ادعا کرده نمی تانه که به نمایندگی از یک قوم افغانستان او حمایت تمام امو قوم داده، یعنی انحصار مردم افغانستان دعوایش یک کسی کرده نمیتونه. کسی رأی پاک مردم افغانستان به نام قوم یا به نام سمت یا به نام مسئله دیگه در جیب خود نداره. آقای عبدالله از حکومت و کمیسیون های انتخاباتی می خواهد که زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف را به روز 24 ماه جوزا برای مردم فراهم بسازد. از سوی دیگر شمار از مجاهدین و عالمان دین کشور پشتیبانیشان را از دست انتخاباتی اشرف غنی احمدزی
اعلام کردند. این آلمان دین که از بخش‌های گوناگون کشور هستند، از دست انتخاباتی آقای احمدزی می‌خواهند تا اگر در انتخابات پیروز شود، حکومت آینده را با مشوره آلمان دین تشکیل دهد. در همین حال اشرف غنی احمدزی می‌گوید که دست انتخاباتیش جایگاه ویژه‌ای را برای آلمان دین در حکومت آینده در نظر گرفته. راتب نوری گزارش می‌دهد. شماری از آلمان دین به روز پنجشنبه از دسته انتخاباتی تحول و تداوم پشتیبانی کردند، اما این پشتیبانی مشروط به این است که آلمان دین در حکومت آینده جایگاه ویژه‌ای داشته باشند. در این دوره دوم شایسته سالار و دارای تخصص میدان را ببرد و رئیس جمهور شما شود. بعد اون وقت اگر کار نکرد، خب ما با ایشان هستیم و شما هم هستین، میگیم که شما چیزی را که گفته بودین عمل نکردین. تحول و تداوم خدای پروردگار دیو دیده توفیق ورکشه. تحول پر طول و گناه و که راولی و عبادت را مخیطه که و گناه شاته که عبد الظلمون لمن زیو شده با دعا ورته که دیده دی پارا مو بیعت و سره که بل شایی مقصود نده نه یه ورخوی دینی غارو نم دینی وقتی ده الحمدلله یهو عالمم نده دینی وقتی که غاری عالمم باید که در همین حال سبغت الله مجددی میگوید که پشتیبانی او از دسته انتخاباتی آقای احمدزی کورکورانه نبوده است و از وی درباره تطبیق شریعت خط گرفته است. او دا به داسو چطیب تایید کری نده، ختم تری آخر سیده پا امزا باندی چه داسو کار بکوی چه دی شریعت و اسلام و مسلمانان و دین تا به خدمت که افغانستان تا پا صداقت خدمت که انحراف در نقف داسو بیانو مخالفیم. اشرف غنی احمدزی نیز تعهد میکند که بهبود زندگی آلمان دین در اولویت های برنامه های حکومتش خواهد بود. آقای غنی تأکید میورزد که هیچگاهی با هیچ کسی معامله نخواهد کرد. دیتش منیو چه ده علمای کرام معنوی او مادی حیثیت پده طولنه که اوچت کو او ده دوی پا مشورو بانده مخبولان دلارسو. ما باید تعهد کنیم که بعد از این انشالله و تعالی تمام علمای دین ما در خاک خود ما تربیه میشن و دستاربندی های ما در خاک خود ما انجام میشه و مثل الازهر و مثل دیوبند افغانستان دارای مدارس اولیا در هر دو فقه میشه تا علمای ما محتاج دیگران نباشه. در برنامه تیم تحول و تداوم توجه خاص به جایگاه و نقش برجسته علما صورت گرفته است. پیکارهای انتخاباتی تنها پنج روز دیگر ادامه خواهند داشت و دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری نیز آخرین تلاشهایشان را برای به دست آوردن پشتیبانی گروه‌های گوناگون از هر بخش کشور شدت بخشیدند. اما دیده شود که صندوق‌های رأی در روز 24 جوزا دروازه ارگ را برای کدام یک از این نامزدان خواهند گشود. از سوی هم اشرف غنی احمدزی از نامزدان ریاست جمهوری دقایق پیش در همایش معرفی برنامه های اقتصادیش را آغاز کرد. رشد کشاورزی و مهار آبهای جاری برای تولید برق و ایجاد بندهای آبگردان در کشور در اولویت برنامه های اقتصادی اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری است. این هم بخش از سخنان آقای احمدزی در این همایش که همین اکنون ادامه دارد. یک بحث دیگه خود داشتیم با هم انکشاف کنیم. مهمترین رای انکشاف شهری سهمگیری خود شهروندان است. از این جهت به سطح گذر مثل که همبستگی ملی را بنیاد گذاشتیم و یک سه تجربه در شهر کابل وجود داره. از همبستگی شهری ما همبستگی شهری را در تمام گذرها ایجاد خواد کردیم تا مردم زحمت انتخابی داشته باشند و خودشان در ایجاد زیربنا سهم بگیرند. همچنین بر نواحی و بر شهرکا شرایط نو حکومتداری را ایجاد خواهد کردیم. شاروالی محدودیت های نهایت زیاد داره و صلاحیت های نهایت محدود. پلیس نداره، آب زیر کنترلش نیست، ترافیک زیر کنترلش نیست، برق زیر کنترلش نیست، بدرفت زیر کنترلش نیست. ما صلاحیت های شاروالی ها را به صورت عموم و شاروالی کابل به صورت اساسی در ظرف 3 ماه تغییر خواهد داد.
بیننده های گرامی، بخش از سخنان آقای احمدزی را در جریان معرفی برنامه های اقتصادیش به گونه زنده دیدید. با این هم ادامه خبرها. برخی اعضای مجلس نمایندگان از دست داشتن شمار از مقام های دولتی در پولشویی سخن میزنند. این نمایندگان میگویند که حکومت هیچ اراده ای برای تصویب قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم نداشت. از همین رو این قانون ماها در شورای وزیران به سرنوشت مانده بود. در همین حال وزارت عدلیه میگوید که برخی از ماده های قانون منع تطهیر پول را به علت تکراری بودن آنها حذف کرده است. انیسه شهید گزارش میدهد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان برخی مقام های دولت را به پولشویی متهم می کنند و می گویند که این مقام ها و زورمندان تلاش می ورزند که اعضای این مجلس را تطمیع کنند تا تغییراتی را به سود خودشان در قانون منع تطهیر پول وارد کنند. کوشش های وجود داره در این راستا، اما که مشخصا چه کسانی چگونه، خب از طریق نهادهای حکومتی، همان نهادهایی که بیشتر به فساد و فساد مالی محکوم میشن، فعالیت های وجود داره. ما فعالیت ها رو دیدیم، زنگ ها و تلفن ها، نظریات، اقناع کردن ها، بحث های مالی و اقتصادی. در حالی که چند پیش رئیس بانک مرکزی گفته بود که با حذف شدن موادی از قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم این قوانین ناقص و قابل قبول به جامعه جهانی نخواهد بود، اما سرپرست وزارت عدلیه میگوید که برخی احکام درباره استرداد مجرمین، همکاری های عدلی و قضایی، عقد تفاهم نامه ها و استقلالیت واحد استخبارات مالی در بانک مرکزی در قانون منع تطهیر پول تکرار آمده بودند و نیازی نبود تا در این قانون دوباره آورده شوند. افغانستان بانک طرح را تنظیم کرده بود و داخل 70 ماده قانون تنظیم شده بود، ولی وقتی که محتوای قانون ارزیابی شد در قانون احکام تکراری آمده بود. در همین حال رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان میگوید که اگر قانون منع تطهیر پول آنگونه که بانک مرکزی در آن تعدیلات وارد کرده است تصویب و توشیح شود، هیچ شخصی نخواهد توانست تا پول سیاه را سفید نماید. هرگاه این قانون تنفیذ پیدا میکنه و تطبیق شود، بسیار طبیعی است که سایر فعالیت‌های انتقالی پولی که از راه غیر قانونی به دست آمده یک شرایط سختی وضع خواهد شد. قانون منع تطهیر پول که برای ادامه معاملات پولی افغانستان و نظام بانکداری در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باید تا دو هفته دیگر از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود و از سوی رئیس جمهور توشیح و نافذ گردد. در غیر آن افغانستان به فهرست سیاه جهانی خواهد رفت و تمامی روابط بانکی افغانستان با بانک‌ها و نهادهای مالی و خارجی قطع خواهند شد و حتی افغانستان نخواهد توانست بخشی از کمک‌های جامعه جهانی را به دست بیاورد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش 6:30 پس از خبرهای این ساعت در طلوع نیوز. و ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. جنگجویان نقابدار در ولایت نورستان در ماه‌های اخیر 11 فرمانده طالبان را حلق آویز کردند. والی نورستان میگوید که این نقابداران جنگجویان لشکر طیبه پاکستان هستند که پس از دور نخست انتخابات در بخشهایی از ولسوالی کامدیش آمدند و میکوشند تا این ولایت را ناامن بسازند. شمار از باشندگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان میگویند این مردان بیشتر طالبان را که در دور نخست انتخابات نتوانستند این روند را برهم بزنند حلق آویز میکنند. عازم آرش گزارش میدهد. جنگ لشکر طیبه در برابر طالبان در نورستان. در این ولایت گروه تازه فعالیت را آغاز کردند. گروهی که نقاب پوش هستند و با زبان اشاره‌ای صحبت می کنند. مقامات در این ولایت می گویند که این گروه بیشتر طالبان را هدف قرار می دن و این مقامات نگران هستند از اینکه این گروه ها تلاش می کنند تا بخشای نورستان را ناامن سازند و از حکومت می خواهند که در این باره باید به گونه جدی توجه کند. نورستان ولایتی است که به علت هم‌مرز بودنش با پاکستان سالها می شود که حمله های طالبان و جنگ ها را گواه بوده است. اما اکنون جنگ مرموزی در برابر فرماندهان طالبان در این ولایت آغاز شده است. تصویرهایی که به رسانه ها رسیدهن نشان می دهند که یک گروه نقابدار که با اشاره گپ می زنند به گونه مرموزی فرماندهان طالبان را القاویز می کنند.
ولی نورستان این گروه را بخش از لشکر طیبه پاکستان می داند و می گوید که این گروه از چند بدین سو عملیات های را در کامدیش آغاز کرده است. در انتخابات و نه یا صور از روشت در کامدیش پسه هکی یا گروپ در طالبان و چه در حقوی شاعت خارجی استخباراتی کرده قوی مالی و تخنیکی حمایت ورسره دی. اگه خلق راغلی پنوم در تور پوشانو باندی در کامدیش پسه هکی فعالیت شروع کرده دی. او دغه فعالیت خپل هغوی د طالبانو په خلاف فعالیت کوي. از سوی دیگر برخی از آگاهان این قتل ها را به بخش از فعالیت های اراسفگرانه لشکر طیبه نسبت می دهند. یک شبکه تربیت یافته ISI مربوط به جماعت الدعوه یا لشکر طیبه به رهبری آفیس سعید و بخشی از نیروهای مربوط به نفاذ شریعت به رهبری صوفی محمد ملکان توسط ISI تربیت خاص یافتند به منظور کنترل از بالای طالبای افغانی و پاکستانی و لعنت‌سازی در نوار مرزی سرحدی چترال توظیف شدند که علیه طالبای افغانی و کسایی که تابع سیاست‌های آنها نمیشه اونا را به قتل میرسانند. از سوی هم شمار از باشندگان ولسوالی کامدیش که به شهر پارون نورستان آمدند از فعالیت های این گروه نقابدار در کامدیش حکایت ها دارند. دلته سپینگیری مشران نیسی و وجنی در تخیجه و خپل مرگریم چه چوک در جنگ نپیخامان شوی سستی کرده آقا در منزولی در کسان چه بود؟ باید داشته مونگا اخبار هدف تنها پریدی مونگا دیمانتیکا کسی مونگا اخبار هدف با پیاده کلیه دو هدف اصلی داره. با گفته والی نورستان سیاپوشان لشکر طیبه که شمارشان به 120 تا 150 تن میرسد پس از انتخابات دور نخست فعالیت هایشان را در کامدیش آغاز نمودند و تا کنون 11 طالب را القاویز کردند. وزیر دفاع ملی از پشتیبانی کامل ناتو از افغانستان استقبال می کند. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی می گوید که وزیران دفاع 28 کشور عضو ناتو و کشورهای ISAF در نشست بروکسل از پشتیبانی دوامدارشان نسبت به افغانستان اطمینان می دهند. در همین حال دبیر کل ناتو می گوید که وی باور دارد که افغانان روند کنونی پیشرفت را به سوی یک آینده بهتر ادامه خواهند داد. میر آقا پوپلزای گزارش می دهد. اعلام پشتیبانی قاطع 28 کشور عضو ناتو از راه گذر نظامی از افغانستان با استقبال گرم افغانستان روبرو شده است. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی پس از شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو و ISAF در بروکسل میگوید که پشتیبانی کامل جهان پس از سال 2014 از افغانستان یک دستاورد بزرگ برای این کشور است. Thank you. حمایت قاطع خود نشان دادن این کلان دستاورد از ما و اینا همه گی گفتن که ما از نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیتاش بلند رفته، قابلیتاش بلند رفته، در یک سال اخیر رهبری همه جنگا مستقل به دوش ما افغان ها بوده، در رأس اردوی افغانستان همه گی اعتقاد و باور داشتن و تقدیر میکردن و از ادامه کمکایشان و از تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان به طور دوامدار اونا حمایت کردن. به نظر ما این کلانترین دستاورد بود. دبیر کل ناتو نیز با توانایی های نیروهای امنیتی افغان در تامین مستقلانه امنیت کشورشان باور دارد. ما گواه نشانه های مهم پیشرفت در بهار امسال در افغانستان بوده ایم. نیروهای امنیتی افغان یک وظیفه فوق‌العاده را در تامین دور نخست انتخابات انجام دادند. مردم افغانستان با حضور میلیونی در انتخابات شجاعت بزرگ را از خودشان نشان دادند. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان برایم اطمینان داد که آمادگی‌ها برای دور دوم انتخابات نیز خوب گرفته شدند. افغانان به این گونه دستاوردها ادامه خواهند داد. با این حال هرچند در این نشست شمار دقیق سربازان ناتو و مدت ماموریت این نیروها پس از سال 2014 در افغانستان روشن نشد، اما گفته می شود در کنار 9800 سرباز آمریکایی نزدیک به 4000 سرباز ناتو نیز پس از سال 2014 در افغانستان خواهند ماند. ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. ادامه خبرها.
شمار از باشندگان ولایت هرات به ناامن اعلام شدن 71 مرکز رایدهی در این ولایت اعتراض کردند. اعتراض کنندگان که در برابر ساختمان ولایت هرات گرد آمده بودند میگویند که حلقه های در نهادهای امنیتی هرات در تلاش مهندسی انتخابات هستند و با انگیزه های سیاسی این مرکزها را ناامن جلوه میدهند. جاوید زیارتجاهی از هرات گزارش میدهد. بر بنیاد فهرستی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است، در روز انتخابات 79 مرکز رایدهی در هرات بسته خواهند بود. اما اینجا شماری از باشندگان این ولایت در اعتراض به این کار در برابر کمیسیون مستقل انتخابات هرات اعتراض کردند و تاکید می‌ورزند که بیشتر این مرکزها در بخش‌هایی هستند که هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد و ناامن اعلام نمودن این مرکزها تلاشی برای مهندسی نتیجه انتخابات است. ما امروز صریحا میخواهیم بگم که قماندانی قلورده و قماندانی امنیه کاملا در انتخابات دست میزنه، کاملا دخیل است. سایتای ما امنیت داره، هیچ مشکلی امنیتی وجود نداره، به خاطر اغراض سیاسی این فیصله کرده. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هرات میگوید که این مرکزها از سوی نهادهای امنیتی ناامن اعلان شدند و در صورتی که این نهادها امنیت این مرکزها را تامین کنند، این کمیسیون آماده برگزاری انتخابات در این مرکزها است. ما 100% برای 432 مرکز آمادگی داریم و ای که دوستا ادعا میکنند که هدفمندانه است، یعنی چون ما در جریان کار نیستیم که یعنی از طرف ما نشده، نمیفهمیم که خواهد بود یعنی مونتا ارزیابی هایی که صورت گرفته ارزیابی های امنیتی بوده. خواستیم در این باره نظر مسئولان امنیتی هرات را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق به این کار نشدیم. ادامه خبر حال لحظات بعد. به ادامه خبرها خوش آمدید. پیروزی بشار الاسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه با واکنش های گوناگون روبرو شده است. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر غربی انتخابات برگزار شده را در شرایط جنگی در سوریه شرم آور یک کار بیهوده می دانند. در همین حال روسیه، یکی از متحدان کلیدی حکومت سوریه، می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در سوریه برابر با معیارهای جهانی برگزار شده. پیروزی بشار الاسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه با واکنش تند ایالات متحده روبرو شده است، در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه سوریه نشان می‌دهند که بشار الاسد با به دست آوردن 86.7% آرا دو رقیبش را شکست داده است، اما واشنگتن این انتخابات را یک کار بیهوده می‌داند. انتخابات برگزار شده در سوریه یک غیر انتخابات است. این غیر انتخابات یک صفر بزرگ و بیهوده است، چرا که شما نمی توانید در کشور انتخابات برگزار کنید که میلیون ها شهروند آن توان رای دادن را نداشته باشند. اما رئیس جمهور چین در واکنش به انتخابات سوریه خواستار حل بحران این کشور از رای سیاسی شده است. چین به خواستهای معقول مردم سوریه حرمت می‌گذارد و از اعلامیه نخست ژنو درباره آغاز یک روند فراگیر سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه پشتیبانی می‌کند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر همکاری در حل بحران سوریه تأکید می‌ورزد. ما بسیار نگران هستیم که سوریه با سرنوشت عراق یا افغانستان مبدل و یا هم مانند سودان تجزیه خواهد شد. از همین رو ما خواهان ماندن نظام قانونی در سوریه هستیم. رهبران گروه 7 در نشستشان در بروکسل نیز این انتخابات سوریه را رد می کنند و آن را شرم‌آور می دانند. و بیننده های گرامی، همچگونگی هوای فردا.